Who is Lamia and how did she inspire you to Lamia کیست و او چگونه توانست برای شما الهام بخش تأسیس همچو بنیاد یا مؤسسه شود؟ I met Lamia in December of 2007. من لامعه را در ماه دسامبر سال 2007 در افغانستان از نزدیک دیدم. در قوای هوایی ایالات متحده شامل بودم و از پایگاه نظامی بگرام و میدان هوایی قندهار بازدید میکردم. من بعضی از مردم را متقاعد ساختم تا در قسمت رساندن کمک های بشردوستانه برای ساحه افغانستان با من همکاری نماید. همسرم جین 18000 کیلوگرم مواد امدادی را که شامل کمپل و لباس زمستانی بود برای مساعدت آماده ساخته بود. من در حال توزیع کمپل بودم که این دخترک 9 ساله به اسم لامعه نزدیک من آمده و از من یک جوره بود مثل بودهای که من با پاداشم خواست که آن تقاضای دخترک نقطه آغاز ما به این مسیر بود. شما هر دو چندین بار به افغانستان سفر کرده اید. اولین برداشت شما از فرهنگ این کشور چی بود و از زمان آغاز کارتان تا کنون چی تحولات را شاهد بوده اید؟ When we first went to Afghanistan, immediately we fell in love with the country. وقتی اولین بار به افغانستان رفتیم، بلافاصله عاشق این کشور به خاطر مردم آن شدیم. آنها مردم اصیل، بی‌ریا، مهربان، خوش برخورد و مهمان نوازند. سخت کوشند و شجاعانه، انعطاف پذیر و به شدت حوصله مند. در همه بازدیدهای ما به افغانستان، ما به کار خود عمیق‌تر می شدیم و عزم ما برای ادامه کار بیشتر به منظور کمک به مردم افغانستان که شایستگی این فرصتها را برای رشد دوباره داشتند راسختر می شد. آیا می توانید چند طرح ابتکاری از کمک‌های خود را برجسته سازید و توضیح دهید که چگونه آن طرح‌ها به مردم افغانستان کمک کرده است؟ یکی از طرح‌های ما آموزشی است. ما با کمک فاروق وردک وزیر معارف افغانستان با ساختن مکاتب در روستاهای دوردست آغاز کردیم. در حال حاضر دو مکتب دخترانه در ولسوالی ارگون در شرق ولایت پکتیکا تأسیس کرده ایم و ساختمان مکتب دومی را در ماه مارچ برای 400 طفل مهاجر آغاز خواهیم کرد. ما کمک ها را که شامل لباس زمستانی، کمپل و لوازم دیگر بود و افغانستان از طریق برنامه حکومت که انتقال کمک های بشردوستانه ذریعه تیارات نظامی به طور رایگان است به مناطق دوردست و کمپ های مهاجرین انتقال دادیم. در حال حاضر نیز بیش از 40000 کیلوگرم دانه های سویا را که مواد مغذی برای اطفال است جهت توسعه برنامه کش سویا به افغانستان اهدا نمودیم. ما همچنین برای رسیدگی به نیازهای صحی اطفال با کمک مؤسسه سولایست توانستیم در روز سال نو دو پسر خردسال را که یکی از صدمات سوختگی و دیگر از تکلیف گرده رنج می برد به آمریکا غرض تداوی بفرستیم. Your foundation is helping sponsor one of the first or the first women's basketball team in Afghanistan. شما به تیم بسکتبال زنان در این بنیاد مساعدت می کنید. سهم ورزش در بازسازی افغانستان به نظر شما چیست؟ ما با یونیورسیتی آمریکایی افغانستان، جایی که آنها تیم بسکتبال زنان افغان را برای اولین بار ایجاد کرده اند، ارتباط داریم. آنها یونیفرم ورزشی نداشتند. بنابراین ما به خرید لباس برای تیم متحد شدیم. ورزش یک تغییر جهت بزرگ از احتیاط با مواد مخدر، خشونت و افرادگرایی است و در کنار تدریس تحمل دیگر مهارت های رهبری و کار گروهی با اطفال آنها به تفریح نیز نیاز دارند. To Afghanistan to take with us and